صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران یک ابزار خیلی مشخصیه در دست این رژیم برای بی اعتبار کردن اپوزیسیون و معترضین در ایران. جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنه برای سرکوب، از شکنجه، از اعدام، از زندانی کردن، از خفه کردن، سانسور کردن و غیره، و صدای سیما یه بخشی از اینه. یعنی باید تو این وجه صدای سیما رو دید و نه به عنوان یک مثلا رسانه عمومی نیست. مطبوعاتی عمومی. دقیقا شما نمیدونید که این دوربین جمهوری اسلامی تو اتاق شکنجه است، این صدای سیمای جمهوری اسلامی، یا تو اتاق شکنجه است یا تو سالن فیلمبرداری خبره. هیچ تفاوتی بین اینا وجود نداره. شما نگاه کنین آخرین دستگلی که به آب دادن و کثافت‌کاری رو که کردن و واقعا افتضاحی که کردن، برنامه‌ای که درست کردن بر علیه سپیده هولیان و آقای اسماعیل بخشی، و چطوری تلاش کردن که اینا رو بی‌اعتبار بکنن و همیشه سعی میکنن که وصل کنن اینا به نیروهای خارجی، آدمای خارجی، و بتونن از شیطون ازشون بسازن یا به آمریکا وصل، همه یا آمریکا و غرب وصل، و تلاش میکنن که یعنی این که وصل کردن به خارج، نیروی خارج، به آمریکا، سیاست انتلیجنس سرویس این کشور، جزی از پرونده سازی جمهوری اسلامی. یک سری مستندای دیگه تحت نام خارج از دید که در واقع نشون میده که اینا دارن یه چیزی رو کشف میکنن و بر علیه مخالفین، و به خصوص یکیش مستقیما در تو جنبش زنان تو ایرانه. اغلب نیروهای چپ از آنچه در ایران به عنوان جنبش فمینیسم مطرح شده حمایت نمی کنند، چون که می دانند آنچه در ایران مطرح شده در واقع یک حرکت راستگرا از جریان سلطه جهانی با حمایت آژانس‌های اطلاعاتی به قصد اسلام ستیزی و کاملا استعماری است. کمپین آزادی‌های یواشکی زنان در ایران یک ساله شد. در واقع در دیدگاه جریان نوین استعماری، فرهنگ شرقی و اسلامی و نمادهای آن مانند حجاب، فرهنگ پست‌تر و فرودست‌تر محسوب می‌شود و فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر به جهانیان معرفی می‌شود. این جبهه‌ای کاملاً تکرار تاریخ استعمار است که حالا در قالب نوین باز تعریف شده است. It's a field, it's like a hunting field. What it is with Red Light District is, you know, girls behind windows will give you a pleasant time for a certain amount of money that you want to. It's always good, you know. و این تهمت‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه، یعنی دقیقاً می‌بینیم تهمت‌هایی که یه بخشی از چپ ضد امپریالیسم می‌کنه علیه کسایی که مخالف رژیمن. مثلا میگن که این توی چارچوب مستعمره سازی مجدد، این توی چارچوب اسلام حراسیه، و این یعنی این ربطی به خواستها و مبارزات مردم نداره، بلکه یه چیزیه که دولت آمریکا و انگلیس اینا دارن سازمان میدن. یعنی انگار نه انگار اعتراضات واقعی کارگری، زنان، جوانان وجود داشته باشه توی ایران. یعنی میخوان اینا رو انکار کنن و ربطش بدن به خارج. و دقیقا تمام هدف اینه که بگه که اعتراض و مخالفت بر علیه جمهوری اسلامی هیچ اعتباری نداره و هیچ کس در واقع ساخته است و ساخته و پرداخته خارج از مملکت و نیروهای غربی و امپریالیستی و شیطانی. خب و مجبوره به یه نوعی که این حرف رو بزنه، به خاطر اینکه یعنی وگرنه خیلی مشخصه که دلایل همه اعتراضات خود جمهوری اسلامی، سیاستاشه، سرکوبشه، بی‌عدالتیشه، و اینکه واقعا هیچ خانایی نداره با یک زندگی قرن 21. که غربی‌ها خصوصا در مورد غرب آسیا از همان ابتدا خواهان تقویت آزادی‌های جنسی زنان و فعالان فمینیستی بودند. بهترین ابزار برای تقویت این جنبش در قرن 21 اما استفاده از ابزار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. به زودی جنبش نو استعماری زنان، یعنی استفاده ابزاری از جذابیت‌های جنسی زن تحت حمایت دولت‌های غربی، به بخش مهمی از آتش جنگ نرم علیه ایران بدل شد. و خب معلومه رژیمی که ضد زنه از بیخ، یعنی یکی از اساس و پایه‌هاش با ضدیت با زن
اصلا مطرحه و خودشو تونسته نگه داره، معلومه براش که جنبش‌های رهایی زنان رو به عنوان یه چیزی که واقعا بی بند و بار بودن و حتی به تن فروشی اینا وصل میکنه. یعنی انگار این که هر چقدر زن آزاد باشه یعنی که تن فروشه، و هر چقدر تو چادرش بیشتر پیچیده باشه یعنی اعتبارش بیشتر. یعنی دقیقاً نشون دهنده واقعا چقدر عمیقاً این دیدش به زن و رهایی زن چقدر عقب مونده است، چقدر ارتجاییه که حتی یک جنبش رو میتونه اینطوری توضیح خیلی هستن همینطوری توضیح میدن. هر حق انسان رو برای آزادی رو مساوی با بی‌بندباری نشون میدن، با نشون میدن که با فاحشگی تو جامعه نشون میدن، و اینم کاملا از نظر اونا غربیه، چون شرق خیلی مهمه، غرب مهم نیست. این دو تا چادر نتیجه و حجاب اسلامی نتیجه عزت و تقوای انسانه، از اون ور غرب و رهایی زن مساوی بی حجابی، مساوی با بی بندوباری و فاحشگی تو جامعه است. و خود مبارزات تو ایران و خیلی کشورهای دیگه، از سودان گرفته تا الجزایر گرفته تا پاکستان گرفته، مبارزات زنان خیلی واضح میشه دید که ربطی به غرب و شرق نداره. این برمیگرده به حقوق جهان شمول انسان و این یه خواستی که توی کوچکترین دهکده ها ما میتونیم به راه‌های مختلف اینو به نمایش ببینیم. این تعداد مستندایی رو که جمهوری اسلامی درست میکنه دقیقا رابطه مستقیم داره در بی‌اعتباری خود جمهوری اسلامی در این جامعه، و تلاش میکنه که مخالفین خودش رو بی‌اعتبار کنه. از طرح سوخته‌ای رو که منتشر کردن به علیه سپیده قلیان و آقای بخشی بگرفته، یا یک سری مستندای دیگه تحت نام خارج از دید قرار گرفت. وقتی دقیق‌تر به کارهایی که انجام شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که او توانسته بود 180 هزار یورو از حفوظ دریافت کند و در ازای آن تحت عنوان پروژه عدالت برای ایران برای آزادی همجنس بازی در ایران کمپین به راه بیندازد. همجنس‌بازی در همه ادیان و فرهنگ‌های جهان به عنوان یک نقیضه شناخته می‌شود و از لحاظ پزشکی نیز تا دهه 70 میلادی به عنوان یک اختلال محسوب می‌شد. تا اینکه از نظر سیاسی هواداران بی‌بندوبار شدن فرهنگ جنسی در جهان با کمک دولت‌های قدرتمند غربی توانستند این بیماری را از فهرست خارج کرده و آن را تبدیل به یک جنبش سیاسی کنند. به این صورت امروزه همجنس‌بازی تبدیل به نمادی برای تنوع طلبی جنسی شده است. و برای مثال در این مستند می‌بینیم در رابطه با همجنسگرایی هم همین واقعا یه دیدگاه ضد بشری، ضد انسانی داره. یه بالاخره همجنسگرایی و حقوق همجنسگرایی یه چیزی که با مقاومت مردم به یه نتیجه رسیده در غرب. این یه مبارزه طولانی بوده علیه کلیسا، علیه دولت‌های غربی که این حق و حقوق رو به رسمیت بشناسن، و اینکه کسی که همجنسگراست این حق رو داره که با هر کسی که میخواد رابطه داشته باشه و عشق بورزه. لازم نیست که همیشه این عشق و یا رابطه بین یه مرد و زن باشه، میتونه بین دوتا زن باشه، میتونه بین دوتا مرد باشه و غیره. و این دوباره این مسئله مثل همون مسئله رهایی زنان و اینو میکنه یه چیزی، مثلا یه نوع مریضی، یه چیزی که دوباره از طرف غرب اومده و تحمیل شده به زندگی مردم. دقیقا، و تلاش میکنن که مسئله مبارزه همجنس برای حقوق همجنسگراها که رابطه مستقیمی با جنسیت داره و خیلی نزدیکه به جنبش رهایی زنان، تلاش میکنن که این رو بازم بگن که سیاست آگاهانه غرب که تلاش میکنه اینو از
یه حالت پزشکی در آورده به سیاست تبلیغ کرده. این حرف واقعا جنایت آمیزیه که جمهوری اسلامی داره اینجا میزنه و مخالفین خودش و فعالین این جنبش رو در واقع میاد میگه اینا به غرب وابستن و تلاش میکنه توضیح بده که چینا از اینجا فاند گرفتن. حالا تمام فاندهای دنیا رو جمهوری اسلامی برای تبلیغ کثیف‌ترین عقاید میکنه، ولی یک کسی میخواد فعالیت بکنه از حقوق انسانی همجنسگراها دفاع کنه، حقوق زنان دفاع کنه، این غیر قابله و ظاهرا یه پرونده ای برای کسی که بتونن به علیش تبلیغ کنن. آره، و وقتی که میگه که خب در یه موقعی در غرب مثلا همجنسگرایی یه مشکل مثلا پزشکی دیده میشد به عنوان یه مشکل پزشکی، اون به خاطر عقب موندگی غرب بود در اون دوره و اینکه مبارزاتی صورت گرفته که الان همجنسگرایی به عنوان یه حقه، یه حقیه که اینم یه مبارزه‌ای که توی جوامع اسلام زده الان داره صورت میگیره و خب یه دلیلی هم که جمهوری اسلامی این بحثا رو میکنه به خاطر اینکه مواجه است با یک مبارزه برای حق زنان، برای حق همجنسگرایان و برای دیگر. تشکیل یک شورای مسلمانان سابق، این خودش به نوعی مذهب و سیاسی نمیکنه. خود من راستش رو بخواییم از این واژه مسلمان سابق خوشم نمیاد. یعنی چه؟ دیگه مسلمان سابق. مریم نمازی، کارمند هما هوتفر در ولو، کمیته به نام کمیته مسلمانان سابق راه اندازی کرده که مختص نیروهای مرتد و از دین برگشته است. من اصلا نمیخوام حرف اسلام رو دیگه بشنوم تو زندگی. کمیته مسلمانان سابق آشکارا به تمسخر اسلام و احکام اسلامی میپردازد. شما شخصا چندین بار از این مسئله استفاده، یعنی از این ابزار، یعنی از پیکر استفاده کردین برای اعتراض؟ آره، من فکر می‌کنم خیلی ابزار مهمیه، به خصوص چون می‌دونین همیشه بدن زن تو دست خودش نیست، همیشه یک ابزاریه برای پول در آوردن، برای فروش، و یکی از راه‌ها اینه که بالاخره با خود بدن آدم بیای توی ملأ عام، به مقدسات توهین کنی، بگی که من مرتدم. شریا فقه اسلامیک لو. کمیته مسلمانان سابق که با حمایت ولو تأسیس شده آشکارا به تمسخر اسلام و احکام اسلامی میپردازد. خود مریم نمازی شخصا در پاریس و در محوطه موزه لوور برهنه شد. او همچنین با توهین به کلمه الله در پرچم ایران تصویری ضد خدا از خود به جای گذاشت. بگی که من مرتدم، حالا چیکار داری؟ من حق دارم مرتد باشم، حق دارم از بدنم به طوری که خودم تصمیم گرفتم استفاده کنم، و به نظرم این یه درسیه. جالب اینجاست منو به عنوان یه مثال میاره که ببین چی میشه وقتی که میری توی جامعه آزاد، دیگه بی بند و باری اینم نتیجه شه. در واقع نتیجه اولا نه غربه، بلکه دولت‌های غربی واقعا انقدر ارتجایی هم هستن، این جمهوری اسلامی میتونستن باشن. کلیسا هم نقش خیلی ضد زن و ضد بشری داشته برای مدت‌های خیلی طولانی. این مبارزات مردمه که باعث شده این حق و حقوق به جایی برسه که زن بتونه بگه که بدن باید تو دست خودم باشه، یک کسی مثل من میتونه بگه که ارتداد و توهین به مقدسات یه حق پایه‌ای انسانه و جزئی از آزادی بیان، آزادی عقیده است و آزادی اندیشه است. در واقع این برنامه خارج از دید تمام مسائلی رو که مطرح میکنه و تمام فیلمایی رو که الان جمهوری اسلامی نشونده کاملا نقطه ضعف این حکومته. نشکیش کس هم دیگه قبول نمیکنه این حرفو. هیچ کس دیگه این تبلیغات جمهوری اسلامی به درد نمیخوره، کسی رو خفه نمیکنه. و یکی از موضوع اصلی هم نفوذ وسایل ارتباط جمعیه و نشون داده چطوری جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که عاجز از رو در رو شدن با وسایل ارتباط جمعیه و در واقع در اون گوشه گیر کرده و نمیدونه داره چی کار. مجازی امکان فعالیت‌های گسترده بنیادهایی را داده است که با اهداف مشابه همچنان فعال هستند بدون اینکه نیازی باشد در داخل ایران حضور داشته باشند. یلدا با نهادهای برانداز آمریکایی به آنان اطلاع رسانی شد. اما این پایان کار نیست. شبکه‌های از این قبیل همواره با سوء استفاده از بی اطلاعی مشارکت کنندگان خود و با بودجه دولت‌های خارجی و نهادهای برانداز غربی
راه‌های جدیدی برای ادامه فعالیت در داخل ایران پیدا می‌کند. تنها راه مبارزه با این سوء استفاده‌ها و حفاظت از آینده فرهنگ و سنت این کشور، آگاهی تک تک مردم در برابر شبکه‌ها و بنیادهای غربی است و به قدرت‌های خارجی اجازه ندهیم تا از این مسائل به عنوان بهانه‌ای برای شکاف انداختن در اعتقادات و باورهای ما استفاده کنند. یعنی یه واقعیت اینه که شبکه‌های اجتماعی الان دارن با اسلام و اسلام سیاسی واقعا رو در رو می‌جنگن. یعنی مردم الان یه راهی دارن که بتونن انتقاد کنن، نقد کنن این قوانین رو و این ایده‌های عقب مونده رو و دور آرمان‌های انسانی جمع بشن و برای حق و حقوق پایه‌ای مبارزه کنن. جمهوری اسلامی فقط نگرانیش حفظ مذهب، حفظ فرهنگ عقب مونده است. یه واقعیت اینه که اینو دیگه امکانشو نداره، به خصوص به خاطر شبکه‌های اجتماعی، و مجبوره به مستندسازی واقعا بیخود و پر از دروغ و ربط دادن و بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون و مخالفین و کسایی که معترضن، و در واقع داره خودشو بی‌اعتبار میکنه، چون مسخره است واقعا مستنداش. قدرت شبکه‌های اجتماعی کانال رو وجوده که مردم بتونن اعتراض کنن. نمیشه سپیده قالیان رو گرفت خفش کرد در عرض چندین یک ساعت قبل از که دستگیرش کنن. تمام دنیا میفهمن که جمهوری اسلامی چیکار کرده. چند روز قبل از اینکه اسماعیل بخشی رو بگیرن دستگیر بکنن، همه دنیا میفهمن، دقیقاً میدونن که چه اتفاقاتی افتاده و جمهوری اسلامی در برابر جنبش مردم و بیانش از طریق شبکه‌های اجتماعی کاملا ناتوانه. سپید قولیان خیلی واضح گفت که جمهوری اسلامی میتونه 5000 کارگر هفت‌تبه رو بیاره جلوی صدای سیما، با مجبورشون کنه اعترافات زیر شکنجه یه چیزایی بگن که قبول ندارن، ولی این هنوز تغییری نمیکنه به این واقعیت که جمهوری اسلامی یک حکومت واقعا سرکوبگره و یه حکومت فاسدیه.